مؤسسه تحقیقات جنایی و عدالت بین المنطقه‌ای سازمان ملل متحد یا UNICRI گزارش تحقیقی انتقادی از چشمانداز امنیتی در حال تحول افغانستان پس از تسلط طالبان در سال 2021 را به نشر رسانده است. این گزارش نقاط کلیدی امنیتی را شناسایی کرده و پیامدهای آن را برای صلح، امنیت و ثبات منطقه‌ای و جهانی بررسی می‌کند. برای شرح بیشتر از جزئیات این تحقیق، مؤلف این اثر محترم آریان شریفی، مشاور در UNICRI و استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه پرینستون را با خود در برنامه داریم. سلام آقای شریفی. من فرصت مطالعه تحقیق شما را داشتم. نخست در مورد نکات کلیدی این تحقیق برای بینندگان بگن و چشمانداز امنیتی افغانستان به نظر شما زیر سلطه طالبان چه تصویری دارد؟ عرض سلام دارم خدمت شما و هموطنان عزیز ما. من در این تحقیق که در حدود 8 ماه در بر گرفت، جمع‌آوری معلومات و بالاخره تحلیل معلومات و ارائه گزارش، موارد مختلفی را یافتم، لیکن 3 موضوع بسیار عمده و اساسی در راستای امنیت در افغانستان و در منطقه در اونجا بررسی شد. مسئله از اول اختلافات ذات البینی بین طالب ها هست. مسائل قومی وجود داره، مسائل ایدئولوژیک وجود داره، موضوعات سمتی وجود داره که در گزارش به شکل بسیار عمیق به این اختلافات اشاره شده. مسئله دوم، مسئله موجودیت گروه‌های تروریستی خارجی در افغانستان است که ما در این گزارش 20 گروه را پروفایل کردیم در اونجا. یعنی 20 گروه وجود داره، رهبریشان، تعداد جنگجویایشان، قدرت حملات و سایر مسائل را در پروفایل‌ها در گزارش آوردیم. 20 گروه غیر افغانی تروریستی در افغانستان. و بالاخره مسئله سوم، مسئله اقتصاد جرمی هست که 7 مورد، حداقل 7 مورد اقتصاد جرمی، مسئله معادن هست، مسئله قطع جنگلات هست و در صدر همه این موضوعات اقتصاد جرمی مسئله موضوع مواد مخدر هست که 2 موقع عمده و اساسی، یکی تریاک و مشتقات تریاک، مشخصا هیروئین هست، و دوم متامفتامین یا کریستال که برش میگوین، در 2 سال گذشته به صورت بسیار گسترده در افغانستان افزایش یافته. و این 3 مسئله را که من عرض کردم، هر 3 از این با هم ربط داره و ربط اینا باعث این میشه که نه تنها افغانستان را مورد تهدید قرار بده، بلکه منطقه را، منطقه و حتی کشورهای اروپایی را مورد تهدیدات عملی قرار بده. شما اشاره کردین به گروه های تروریستی که در افغانستان فعلا حضور دارن. این گزارش بر آزادی فزاینده که گروه القاعده تحت حاکمیت طالبان از او برخوردار هست تاکید میکنه و این نگرانی را ایجاد میکنه که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریست های بین المللی برای انجام عملیات های جهانی تبدیل شود. آقای شریفی، فکر میکنین تا چه حد کشورهای منطقه و غرب این تهدید را الزاما در حال حاضر جدی گرفتند؟ خب کشورهای منطقه و حتی کشورهای جهان این مسائل را می‌دانند. شبکه‌های استخباراتیشان فعال هست، هم در داخل افغانستان نفوذ خود را دارند، هم از بیرون از افغانستان اطلاعات خود را جمع‌آوری می‌کنند. در این که کشورهای منطقه آگاه هستند از این تهدیدات، در این شک نیست. ولی این که چی اقداماتی را به خاطر زدودن این تهدیدات انجام میدن، متاسفانه به لحاظ سیاسی هنوز هم جهان به نقطه نرسیده که بخواید در قبال افغانستان و در قبال طالبان هنوز اقدامات را اقدامات عمل. ممنون از شما. با معذرت جناب آقای شریفی، بسیار وقت محدود است. در مورد این موضوع انشاءالله در برنامه آینده با شما صحبت بیشتر خواهیم داشت. سپاس فراوان که در برنامه ما اشتراک کردید. ممنون از شما. سلامت باشید. تشکر از شما.